سوالتون رو بپرسید، یه ذره دیگه جاوا اسکریپت رو کاملش بکنید. بعد کنسول یا آلرت نیازی نیست. به چی نیازی نیست؟ دقیقا به چی نیازی نیست که بهم بگید؟ سمیکالن؟ گفتم سمیکالن رو بذارید. خب اگه نذارید در واقع بهتون اختار میده، اگر بذارید که کار درست را دارید انجام میده. چرا؟ باید بذارید. خب من یادم رفته بذارم. و اینکه وقتی نظاری نگاه کنید چه اتفاقی میفته. خب بعضی عادت دارم میان خطی می نویسن کداشون. خب آره نذاشتم، ولی خب اینجا نگاه کن، اینجا نگاه کن، حواست باشه میذارم چیکار میکنم. اینو من میذارم بالا، نگاه کن. الانم بذارم در واقع اجرا میشه دیگه، درسته؟ اومدم خطی گذاشتم و ببینید داره اجرا میشه. حالا اگر بیام سمیکالن رو بردارم، ببین این سمیکالن رو من بردارم، میبینی؟ میدونی چی فرض میکنه؟ حالا Alt+F2 رو میزنم، میبینی اصلا اجرا نکرد. اگه F12 هم بزنی برمیگرده میگه که ببینی اصلا کاری که کرد، این مقداری که اینجا گوشی کار درستی نیستش، نباید اینا رو خطی بزنی. در واقع اینجا اگه ارورش رو بخونی میگه ببین یا بیا سمیکالن بذار، داره میگه نیو لاین اور، یا سمیکالن بذار یا این نیو لاین کن. یعنی منظورت نیو لاین چیه؟ یعنی اینتر کن. اینم بیا اینجا اینتر کن. الان این رو بزنم ارور نخواهد. حالا تهش یه چیزی گذاشته ها، اگه بخونی میگه این مقداری که اینجا گذاشتی میتونی در واقع مقدار سمیکالن رو بزنی. آقا روش که قرار میگیرم میگه ترمینیت در واقع استیتمنت. خب میگه من خودم میتونم برات، من بهت این داره به من اینجوری میگه، میگه من بهت آفر میدم که تو سمیکالن بزنی. میگم باشه سمیکالن بزن. خب ولی نذاریدم ارور نخواهد داد. یعنی Alt+F2 رو بزنی میبینی قشنگ برات داره اجرا میکنه. چرا؟ چون شما نیو لاین کردید. اصطلاحاً یه دستور رو که نوشتی، این آلرت یه دستوره، یه دونه اینتر زدی دستور بعدی رو نوشتی. این هم در واقع دستور تمام شده، یه دونه اینتر زدی دستور دیگه نوشتی. حکمش اینه در واقع با خودش به وسیله اینتر میفهمه که خط بعدی کد باید بره اجرا بشه. ببینید دقیقا شبیه به پایتون عمل میکنه. حالا اگه من اینجا ویژوال استودیو کد رو باز بکنم ببینش، توی پایتون اصلا پایتون از پایتون بی در کرد. البته زبان بسیار خوبیه، مثلا کلا زبان سمت هوش مصنوعی و حتی وب هم بخواید کار بکنید اگه سمت ام بی سی، من توصیه مثلا تو پایتون نه کن. مثلا تو یه متغیر تعریف می‌کنی به نام فرست نیم. خب مثلا میای میگی کامپیوتر هم هنگ چند تا رو با هم واسه لاست نیم، مثلا اینجا تعریف می‌کنی لاست نیم مثلا می‌ذارم آرمی. خب من میام میگم مثلا اج 32 یه چیزی می‌ذارم، میگم ایل هم می‌ذارم مثلا تی ادسن تی دات کام. خب الان ببینید یه پرینت هم می‌ذارم، پرینت اینجا مثلا من میگردم میگم فرست نیم، بعد میگم که فرست نیم هم چند تا داشت. خب لاست نیم مثلا اج و ایمیل. خب حالا F5 رو که بزنم میاد رام میکنه برم. ببین میبینی همه اطلاعات رو چاپ کرد، من سمیکالن هم نذاشتم. از این لحاظ شبیه جاوا اسکریپت. نکته بعدی، شما اگه بیا اینا رو کنار هم دیگه قرار بدی، نگاه کن F5 رو بزنی، یه ارور قشنگ برات داره قرار میده. داره برمیگرده بهت میگه که اولا این ولید سینتکس. منظورش چیه؟ میگه ببین تو سمیکاله ناکو تو در واقع پایتون شما نیاز نیست انتهای هر دستور سمیکاله بذارید، یعنی اینجوری بیا سمیکاله بذارید. سمیکاله در واقع داره به همه اعلام میکنه. الان من F5 رو بزنم اینجا، ببین اومد اجرا کرد. میبینی میفهمی یعنی چی؟ امیدوارم بفهمید منظور من رو. تو زبانهای برنامه‌نویسی وقتی شما میاد خط به خط اجرا میشه، نگاه کن اولین خطی که پایتون میبینه اینه، فرست نیم که داخلش تو رجه آر میده، تو رجه یعنی در واقع انگار رفت توی رم یه دونه متغیر درست شد. خب خداش درست شد به نام فرست نیم که مقدار تو رجه ریخته توش. سمیکالن یعنی این خط در واقع داره به کامپایلر میگه که ببین این خط کد تموم شد، این خط کد تمام توی رم اومدش همچون متغیر درست شد و اطلاعات توش ریخته شد. لاست نیم مقدار آرمین هم میاد دقیقا خط بعد از، یعنی دستور بعد از سمیکالن هستش.
این دستور اجرا میکنه و سمیکالون، من در واقع با سمیکالون دارم اعلام میکنم که خط کد تموم شده، این دستور تموم شده، برو دستور بعدی رو بخون. خب حالا اگه من این سمیکالون رو نذارم توی پایتون چه اتفاقی میفته؟ برمیگردم میگم این ولی سینتکس اینو چی داره به من میگه، اصلا نمیشناسم این ولی سینتکس. خب حالا من یه جوری دیگه هم میتونم این رو هندلش بکنم، جایی که میام سمیکالون بذارم اینتر بذارم. توی پایتون اینتر یعنی چی؟ اینتر یعنی حکم سمیکالون رو داره. یعنی در واقع شما توی پایتون یا جاوا اسکریپت وقتی که سمیکالون نمیذاری، سمیکالون دوست نداره، مثلا خیلی سریع داره کد میزنی دستت هم به سمیکالون نمیره، خب و سمیکالون نمیذاری. وقتی میخوای این کد اجرا بشه باید خط کد بعدی که میخوای در واقع اجرا بشه باید حتما اینتر خورده باشه، مثلا فرست نیم اون طول از شیفت توش لاست نیم نمیدونم بعدش بزنم، اومدم اینتر زدم، اینجا انگار خودش چی وجود داره، سمیکالون وجود داره. الان هم بزنم میاد اجرا میشه و هیچ مشکلی نداره. ولی منظور در واقع امیدوارم که فهمیده باشید چه اتفاقی افتاده. الان من میبینید البته خودش داره من آفر میدم، میگه ببین ترمینیت استیتمنت دارم میدم، میگه ببین اینو بذار، خودش هم داره میگه، میگه بذار، ولی نظری هم ایراد نمیگیره. خواهش میکنم، امیدوارم که اوکی شده باشه. ولی اینو بدون مثلا زبان پی اچ پی پایتون پی اچ پی جاوا سی شارپ اینا حتما واسه میکنه مثلا نظری ارور مشتی میده بهتون، قشنگ بهتون برمیگرده میگه که ببین خط فلان شما سمیکالون نذاشتید، یعنی قشنگ بهت میگه اینم ایرادایی هستش. ولی خب شما عادت کنید بذارید، اینو عادت بکنید بذارید، خیلی خوب هستش. خب به این شکل من اومدم تونستم متغیرامو تعریف بکنم و اینکه فهمیدم سمیکالون چیکار میکنه. سمیکالون در واقع اعلام میکنه که خط کد تموم شده و برو خط کد بعدی، و به این شکل در واقع من تونستم قرار بدم. آیا من میتونم کد ها رو کنار هم یه قرار بدم؟ آره، ولی خب از لحاظ زیبایی اصلا زیبایی بصری اصلا خوب نیست. خط کدایی که مینویسید همه رو زیر هم دیگه بنویسید. آیا من میتونم چند تا متغیر رو کنار هم دیگه تعریف بکنم؟ مثلا این متغیرهایی که الان تعریف کردم بیان کنار هم دیگه خطی تعریف بشه. بله، از این کارهای شب القمر هم دوستان انجام میدم، مثلا به طور مثال x رو بذار 10 و بیا مثلا بذار مقدار مثلا نیم رو مثلا مقدار تورج و مقدار بعدی رو مثلا بیا بذار z مساوی مثلا 10 به این شکل، و سمیکالون رو تهش بذار. آیا این موردی نداره؟ خب میریم تست میکنیم ببینیم آیا موردی داره یا نه. می‌بینید که اجرا می‌کنه و هیچ اشکالی نداره. میتونید کنار هم دیگه بیاد به صورت خطی قرار بدید. کار درستی یا نه؟ ابدا انجام ندید. تو زبان برنامه‌نویسی همه زبان برنامه‌نویسی قشنگ همه‌شون تاکید دارن که کار رو درست انجام بدید و متغیراتون رو به صورت خطی تعریف بکنید و بیاد خط اصلا نگران فضای این خط کدی که می‌نویسید نباشید. اشکالی نداره. بذارید مرتب باشه و تمیز باشه. خب بریم توضیح بدیم که چجوری ما میتونیم متغیرها رو تعریف بکنیم. مثلا کمال کیس و پاسکال کیس رو هم بیان بگیم و نحوه تعریف کردن متغیرها رو هم بیان بگیم که به چه صورت هستش، و کم کم یاد بگیریم که متغیرها رو به چه صورت باید تعریف بکنیم و نوع تایپاش رو هم بفهمیم، این چیه این چیه این چیه هستش، و اینها رو هم یاد بگیریم.